وای چه در خدمتتونم. بفرمایید. من خانم فرهادی ام از بهزیستی دارم. با چیکار کنم الان؟ متاسفانه صلاحیت نگهداری از این بچه میشه بچه رو هم بیاریم ماشین. ببخشید برو بغلش برو بغلش برو برو بغلش نمیری بغلش. حالا میخوام بریم بالا. بگو وای یه کمی تیگه 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 دیر ماره برای تش خوب باشه برای تام برام بیارم برای یک مرغ و سرگی رو بیارم برای مامان بیارم باشه؟ ما مرغ و فتفه دلمه و هویج و چی گفتی دیگه چیز دیگه هم گفتی آدم رفت سبزی باشه الان میارم الان من میرم گیرم میارم دارم یک فلسیده بگیرم و بیارم برای مامان دا خوبی؟ کربولی همون؟ اینه بودم شاده بودم بیا شاده بودم بیا اوی 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 آسته میسته شست شوار کن ماما بابا جون چج؟ ها این الانی برمت گوش مای زنجی خلی تا اونم چی باشد اونم چی الو جانم سلام سلام قربونت برم من عزیز دل شما در خدمتتونم منزل تشریف دارم این بچه رو دارم آماده میکنم میخوام ببرمش پارک دست در نکنه عروسی خودتونه؟ بله بله چش برای نهار دعوتیم؟ بیا برای نهار دعوتیم؟ بله باشه من میخواستم اینو ببرم پارک حالا مسئله نداره من میرم یه یخت وسیله براش میگیرم چش میام خدمتون نهار میام خدمتون قربونت برم من عزیز دل من باشی تو مخلصتم عزیزی سلام برسونین خداحافظ عروسی هم خواستم ببرم پارک حالا دیگه نریم پارک باشه بریم عروسی هم رضا قربونش برم هم بریم چوخا و دویت و کلا برات بگیرم با یه جفت کفش نونوارچی بریم عروسی تشمالبازی برقصی باشه چوب بازی اینم برات بیا باشه بیا برقص بیا بغلم بریم چوخا و دویت رو بگیریم برات بیان باشه قربونش برم دار کپشان تو بپوشم باشه کپشان تو بیارم دار کپشان تو بیارم باشه دست بیرون سرده بریم چوغازه بگیریم برای بیاری باشه باید دفت کفشم بگیرم برای بذار من
دستات هم چیز کنم فردا میبرمت یه کاپشن خوب برام میگیرم باشه؟ یه کاپشن برات میگیرم اونش برم بذار منم کاپشن رو بپوشم کاپشن من کو کاپشن من کو کاپشن من کو هویستو بگیر هویستو بگیر هویده هویجور بیسوریه هویجور بیسوری مامان شما نهار ما نهار زمان نمیسی مامان ما میریم دعوتی نه بذار من کفشم رو پوشم بذار کفشم رو پوشم خواهیم بریم عروسی دیگه خواهیم بریم عروسی عروسیه عروسیه ریبوسیه عروسیه ریبوسیه خواهیم بریم عروسی باشه؟ الهی با امید تو یک کارتن براش بگیریم برای آقا رضا مهندس رضا مهندس اونم مهندس بریم باشه چش چوغات یه اسپیکرم بگیرم برات باشه باشه قربونش برم من یا الله آقا سلام وقتت بخیر خسته نباشی یه دست چوغا و دویت میخواستم برای آقا پسر برای خودش اسایلش داری؟ دست درم بشی اینجا ببینم این چوغات هایی برات خوبه؟ یه چی میخوای برات بگیرم؟ قربونش برم من باشه باشه عزیز دل من من فقط کاپش چیز شو بپوشم باشه باشه عباس هم میاریم عباس هم میارم خدمتت قربونش برم من ببخشید خدا هم داره کلاش؟ بیزمه کلاش هم بیار بیا 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 بپوش 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 ببین اندازته بپوش ببین اندازت اندازت هست آره آقا دست در نکن همین اندازه شد دست در نکنه همین اندازش هستش وای چقدر خوشتیپ شده بابا این ماشین ماشین رو چشم ماشین براش میگیرم الان یه ماشین برات میگیرم باشه باشه کفشات هم تو ماشینه عزیزم به 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 وای چقدر قشنگ شده این بذار کلاش هم بذارم بذار کلاش هم بذارم کلاشو هم بذارم وای از وای مثل این بختیاری اصیل شدی ها بختیاری اصیل اصلا این وای بیا چقدر خوش تیپ شده این دخ پسر لالا یه ماشین میخوای یه ماشین بگیرم براش کدوم ماشینو میخوای برش دار بیارش ببخشید آقا همینو میخوای قربونش برم بیا ماشین بیا ماشین وا 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 ببخشید اسپیکر داری؟ اسپیکر یه دونه هست بیارش چند قیمته؟ دست در نکنه بیارش همین آخریشه اون دست در نکنه ببخش من کارتم ها نیبردم کارتم رو بیارم آبه نداره ببخشید یه جفت دستش هم براش بدین یه وقتی اونجا بارون و برف و چیز میزنه آره همین ها خود آره دست درنا میخوای اینا رو میخوای؟ یا این رنگ هم میخوای؟ کدوم رنگ هم میخوای؟ اینا یا اینا؟ اینا عزیزم بشی تو اینا تو ماشین میپوشم برات باشه؟ میذارم اینجا ببخشید آقا دستون در نکن ممنونتم یه دنیا عزیز دلی دستون در نکن ببخشید دو بابا کم هم بدین دو تا سه تا با دادک آبی یه زر یه زر هم بشه آقا دستتون برن نکنه خدمت آقا یه دنیا ممنونتون رمان عزیز دیگه من در خدمت ببخشیم این هم باسی ها این مال چیزشه ببخشی دست در نکنه ممنونتون بابا
برهان باش بس چقدر خوشتیم شده قربون خدا برم انشالله دومادت من ببینم دوماد چی قربونش برم من وای چه پسر نازی شده این پسر قربون خدا برم چه پسر نازی شده بیا بغلم بیا بغلم برم نشون مامانم بدم ببینم در چه وضعیتی از یا اسپیکر تو هم ببر با باکات ها تنگیر عروسی آقا رضا مهندس رضا عروسی بذار من اسپیکر گرفتم برا بذار یه آهنگ بذارم برا باشه اسپیکر باشه بروش دارم عزیز دل من باشی بیا اینجا من این ماشینت اینجاست ماشینه اینجا اینو در نیار یا اینه در نیار میخوام چوب بازی بدیم چوب بازی باشه بذار من این چیز باز کنم برات ببینم من یه فلش داشتم نره انو بیا نره انو علی ماشالله علی یارت باشه قربونه بدرم بریم علوش مهندس رضا باشه برخص شابیای و امیر حسین پودی برنگی دیریریم بذار قبرش برم من قربونش برم من بیاید برخص بریم عروسی مهندس بذار باشه قربونش برم من برخص بیا بیا بزن قربونش برم بزن نه تو با بزنی بزن علی یارت علی قربونش برم من بریم عروسی لای بومید با بریم عروسی یه چند بدر میزن ببینیم چیه بزن اینا من پوشیم اومدم با اینا میخوای نبریم اینو ببریمش یا نبریمش ببریمش باشه چند دار میزنه اومدم بریم عروسی مهندس رضا حسین پور عشق دل باشه ببینم چی دار در میزنه سلام وقتون بخیر آقای بهمن حسین پور در خدمتتونم بفرمایید من خانم فرهادی ام از بهزیستی اومدم در خدمتتونم بفرمایید داخل مرسی بفرمایید. راستش انشالله که خیر باشه. چی بگم؟ خیر نیست یعنی. شره. بفرمایید. راستش یک سری گزارش های کنم بودم. خب باشه باید سر سبزه ببینید خاله چی میگه؟ نسبت به این که شما اعتیاد داریم. گزارش دادن که من اعتیاد دارم؟ بله. چی گزارش داده بود؟ نمیتونیم بگیم متاسفانه این اطلاعات شخصیه. شخصیه؟ بله. خب بعد من اعتیاد دارم با چیکار کنم الان؟ متاسفانه صلاحیت نگهداری از این بچه رو و... داری شوخی میکنی با من؟ نه به چهره میاد که شوخی کنم جناب؟ نه والا به چهره تونم که نمیاد آره اگر لطف کنین آقا پسر رو با تحویل بدین که بریم بهزیستی این با پسر تحویل بدم بله. من نمیتونم من وابسته به این شدم خانم آقای حسین پور بله. یعنی چی نمیتونی؟ نمیتونم شما صلاحیت نداریم به خاطر چی صلاحیت دارم؟ به خاطر اعتیاد خانم فرهادی من شرمنده‌تم ببین من خودم مهندس خیلی نیکوکار هستم به این مردم کمک میکنم حالا اون کسی که به شما گزارش داده میشه به من اعلام کنید کی گزارش داده؟ نه نمیتونیم این اطلاع شخصیه محرمانه است این؟
والا چی بگم حضرت عباسی، من به این همه مردم بارم کمک میکنم، بعد میرن میگن که من معتاد هستم دیگه. به هر حال شما اگه مدرکی چیزی دارین که ضد این حرفو ثابت کنه بهمون بگین. خب من باید چیکار کنم که ضد این حرف باید ثابت بشه؟ میخوام خونه رو بررسی کنیم. من از کجا مثلا معتاد شدم؟ از جیبم، از به خونم، از چی؟ من که اطلاعی ندارم، والا همسایه‌های خودتون به من گزارش دادن. حالا اگر مدارکی شواهد دارین که این موضوع رو رد کنه به ما نشون بدین ببینیم. بذار من ببینم. باید زنگ بزنم اگه شما میخواین پسر رو ببرین، باید زنگ بزنم چیزم. پاسگاه هم بیاد. مشکلی نیست. ولی من بدون این بچه دق میکنم. خانم فراد. بحث آینده این بچه است. اگر شما حالا گزارشات واقعی باشه و احتیاط داشته باشین، آینده این بچه تباه میشه. هیچ راهی الان نمیتونی، یعنی هیچ راهی نیست حقیقتا. خب شما اگر قراره که دوباره صلاحیت این بچه رو به دست بگیرید، باید یه روز ثابت کنیم ما که احتیاط نداریم. حالا میتونید برید تست احتیاط بدین، بعد جوابشو برام بیارین، یا اینکه حالا یه استشهادیه محلی برام آزمایش بدم، بعد درجهشو بیارم اداره بهزیستی یا ببرم پاسگاه؟ نه بیارین اداره بهزیستی باشه. این تحویل خودم بدید. خب ببخشید من زنگ هم بزنم آقای سلطانی که سرباز بفرسته که اونا هم فرو جلسه بینیستن که من بچه رو میخوام تحویل شما بدم. بله. حالا که من نمیتونم دل ازش بکنم، حالا الو سلام آقای سلطانی خوبی؟ ببخشید نگیم آقای سلطانی خوبی؟ سلامتی؟ آقای سلطانی شرمنده تن ببخشید. میگم یه خانم از اداره بهزیستی اومده، میگه خانم فرهادی هستم، عارضم به خدمتت، میخوان بچه رو ببرن، بچه که من پیدا کرده بودم، شما هم در جریانش هستین. خواستم یه سرباز بی‌زحمت بفرستین که اینا هم صورت جلسه کنن. حالا من نمیتونم دل بکنم از این بچه. باشه من خودم ماموریتم، حالا زنگ میزنم پاسگاه یه مامور میفرستم. دستتون درد نکنه، منتظریم. قربونه خداست. به آقای سلطانی زنگ زدم گفت که یه مامور میفرستم که صورت جلسه کنه براتون. بعدشم به خدا من میمیرم بدون این بچه، من میمیرم. خب دیگه کاری نمیشه کرد. اگر واقعا حالا استشهادی اونا درست باشه که شما احتیاط دارین، آینده این بچه هم تباه میشه. بله بله خدا من قبول دارم این چیزو، من خدا من کارمند دولت هستم، عارضم به خدمتت. چیزی هم براش کم نذاشتم خدا شاهده. عارضم به خدمت خانم فرهادی. من اون روزم یه آقای یعنی دو نفر اومدن از من آخازی کنن، یه برگه پوستر چسبونده بودن. عارضم به خدمت برگه پوسترم تحویل خانم چیز دادم، خانم هیدرنیا داخل پوستر آورده بودم پیش خانم هیدرنیا. عارضم به خدمت ببخشید سروازم تشریف آورد. خانم از اداره بهزیستی تشریف آورده. بله زنگ زدیم به آقای سلطانی، آقای سلطانی گفت که من ماموریت هستم، یه سرباز میفرستم. بعد گفتن شما هم در جریان باشی، صورت جلسه تو رو بنویسی، چون چه بچه رو میخوان تحویل بگیرن. حالا من هم چه دق میکنم. باشه 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 بفرما بنویسی. سب سب و بخش خانم ایدریا. بعد من بچه توضیح میدادم براتون، بعد آقای چیز همون دو نفری که میخواستن از من خواستی کنن چاقو رو گذاشت گردن من. من گفتم حضرت عباسی بچه رو نبرید، خب جون من میخواید بگیرید بگیرید. این خانم فرهادی هست. بله فرهادی. الان میخواین اینا میخوان تو رو ببرن، باشون میری؟ باشون نمیری؟ پس چرا باشون نمیری؟ باشو میری؟ نمیره. خیلی وابسته شده. وابسته شده به من. آره. منم الان دق میکنم به خدا اینو شما اینو میبری. حالا ان شاء الله شما کاری بفرمایید خودتون رو زودتر انجام بدید، تحویل بدید به خودت. تایید مینماید که فرزند پیدا شده توسط مهندس آقای بهمن حسین پور تحویل اداره بهزیستی خانم فرهادی شده است. بله خب درسته دیگه، همین شو آدرس اوکی هستش. بفرمایید خودتون امضا کنید. میخوام اونو امضا کنم، من امضا کنم، خانم فرهادی امضا کنه. منم الان بغض گلومو گرفته. خانم فرهادی شرمنده تن ببخشید. باید پتای مقدم منم شرمنده شما شدم. بخش دیگه الان برای اشکایی نداره. فقط یه دونه کپی از ما بدید. همین من ببخشید خانم فرهادی. میری بغلش، میری بغلش اون جناب حسین. آقا ببخشید میشه بچه رو هم جایتی ماشین ببخشید. برو بغلش، برو بغلش، برو
برو بغلش، نمیری بغلش، برو بغل سرباز میخواد ببرد، برو بغل خانم، برو نمیری؟ باش خودم میارم شما ماشینتون. ببخشید ببخشید ببخشید، این پسر وابسته به من شده. خب حالا بخواهم بریم بالا؟ ما ماشون رو رفتیم آمویه از ما تا بالا بریم. خانم به فرادی بیر اخشی دیر نوارم بیرد ماشون رو رفت خدا تو بریم آبا به اخشی میگه من هم بیام نگاه کن. خدا بگم چیکار تو کنم مردم، من این همه به شما کمک کردم، می گزارش میدین خدا غیر نمیدین بزن از دستم بردن اینا نابود شد. بزن بردن بزن الو سلام آقای محمدی، خوبی؟ سلامتی آقای وکی؟ ممنونم. سلامتی قربونه تزیز من شما هستم. خوبی؟ سلامتی؟ خواهش میکنم در خدمت کنم آقای وکی. شرمنده تم ببخشید مزاحمت شدم. در 20 روز پیش من یه پسری پیدا کردم، عارضم به خدمتت بروانه جولتی هم سپرده. بعد امروز از اداره بهزیستی اومدم یه خانم فرهادی، بعد بچه رو از هم گرفتن بردن. تو رو به خدا، تو رو حضرت عباسی کمکم کن، این بچه من بهش وابسته شدم. گفت که شما احتیاط دارین، گزارش دادن به ما که شما احتیاط دارین. خب من معتاد شدم هیچی، اینا گزارش جعلی دادن، الان من باید چی کار کنم؟ شما یه راهکاری یه چیزی جانم؟ حالا اگه اومدن بودن گفتن احتیاط دارین، اگه کز به این احتیاطشون میتونید مثلا برید تست بدید آزمایشگاه پزشکی قانونی، تست احتیاط بدید و جواب تستتون رو ببرید براشون، و یا میتونید یه استشهادیه تنظیم کنید، یه چند اهالی محلتون امضا کنن و ببرید براشون که بله من تو محل آدم خوبی هستم، همه منو میشناسن،
بدونم که من معتاد نیستم. آقای وکیل شرمنده تن به خدا. میتونم یه استشاری براتون تنظیم کنم، بنویسم توضیحاتتون و شرایطتون رو. بله شما خیر هستید، میتونید کمک کنید، میتونید مثلا این بچه رو نگهداری کنید و این موارد رو بنویسم براتون. شما هم ببرید تو اهالی محل خودتون، امضا رو بگیرید، یه چند نفر امضا کنن، بزرگای محلتون امضا کنن و ببرید برای بهزیستی. خب ببخشید شرمندتم، شادیه رو خودتون تنظیم میکنید برا ما؟ شما میتونید یه رو تشریف بیارید دفتر بنده، من استشاری رو تنظیم میکنم براتون و شما دیگه چند نفر براتون امضا میکنن. تو رو از تو رو اون خدایی که میپرستی، تو را به اون خدایی که میپرستی، این بچه رو به من برگردون، هر راهی بلدی، هر کاری میتونی انجام بدی. من بدون این بچه میمیرم، دق میکنم، یعنی کمکم کن حضرت عباسی. خب باشه، دست در نکنه، من میام خدمته، دست در نکنه. میگم ببخشید یه سوالی هم داشتم خدمتت، اول برم آزمایشگاه یا اول بیام پیش شما؟ آره رفیق دارم همون صبح که مثلا من آزمایش بدم، رفیق دارم که یه دو ساعت بعدش بهم بده جوابشو. ممنونتم، پس میام خدمته، ببخشید. قربونت خدا. امیرم قربونش برم الان گذار، وای وای بدبخ شدم من رم بوده قیکنه، من باید برم آزمایش برم، برم آزمایش برم، برم تیوه چیل چند باش صحبت کردم، تیوه چیل